رضا قرشی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون از نیوجرسی با ماست. آقای قرشی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. در مورد بانکداری اسلامی صحبت کردن، آیا اساساً اون هدفی که برای بانکداری اسلامی تعیین کرده بودند تحقق پیدا کرده و بانکداری اسلامی یا همین بانک‌های بدون ربا، به هر حال گفتن تا حد این بانکداری اسلامی اجرا شده، چقدر نقش داشته این شیوه بانکداری در بحران‌های اقتصادی که امروز در کشور شاهدش هستیم؟ با سلام خدمت شما و بینندگانتون. نه خانم، این بانکداری اسلامی هیچ‌وقت اجرا نشده. ببین خانم، سرمایه‌داری نظامیه که هر که وارد چرخه به اصطلاح عملیاتی میشه میخواد سود ببره، شوخی هم نداره، نه قصد خدمت به خدا رو داره نه آخرت، هیچی، میاد سود ببره. حالا شما به این ایراد میتونید بگیرید که این کار ایراد داره، نظر اخلاقی نادرسته، ولی وقتی میخوای بیای با این برنامه مقابله کنی کار خرابتر میشه و این کاریست که بانکداری اسلامی و جمهوری اسلامی کرده. یعنی اینا میخوان بیان در چرخه، حالا از نظر به اصطلاح اخلاقی نادرسته، این پروسه سودبری دخالت کنن، می کارایی میکنن کارو بدتر میکنه. بانکداری اسلامی از روز اولش هم کار نکرد خانم، هیچ وقت اون سودا برآورده نشد. هر پولی هم که اگر به مقدار کم ریخته شد جا رفت سوخت شد، برای اینکه هدف اونایی که تو این جریانن اینه که از این روند سودی ببرن. اگر هم بناست درستش کنی باید بیاید جلوی اون ضرراش رو بگیری، یعنی باید بیاید مثلا برفرض قوانین شفاف بذاری، بانکداری شفاف بذاری، معلوم باشه کی از کجا میاد، چقدر پول میگیره، چقدر میبره، که اینا دقیقا جلو این کار وایستادن برای اینکه ممر سودبری اونایی که قدرت واقعی رو دارن، اون باندهایی که قدرت واقعی رو دارن، همین عدم شفافیت و بی‌حساب و کتابی است که معلوم نباشه پول از کجا میاد، کجا میره. خود دولت هم بله بخشی از این مشکل صحبت‌های بانک تجارت هم شنید که به درستی میگفت دولت پول اینا رو نمیده. همه اینا باعث شده که وضع اینا بدتر بشه. بانکداری اسلامی هم هیچ کمکی به این کار نکرده. رضا قرشی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون از نیوجرسی، متشکرم.